دوستان واقعی ما عزیزان یکی از دردناکترین تجربه ها در طول زندگی هر انسانی اینه که شک داشته باشه دوستان او وی را واقعا به خاطر اینکه او خودش کیه و چگونه شخصیتی داره دوست دارند یا نه بله عزیزان این میتونه برای ما بسیار ناخوشایند و حتی زجرآور باشه اگه در تردید باشیم که آیا دوستان ما واقعا به خاطر خود ما با ما دوست هستند یا به خاطر اینکه ما چه کار میتونیم براشون انجام بدیم یا چی بهشون بدیم یک موضوع دیگه ای که در ارتباط با شناخت دوستان واقعی میتونه برامون ناخوشایند باشه اینه که مطمئن نباشیم که دوستان فعلی ما آیا در مشکلات و چالش های آینده زندگی هم دوست ما باقی میمونند یا نه عزیزان ما به عنوان ایمانداران به عیسی مسیح وظیفه داریم تا تمامی انسانها را دوست داشته باشیم و تو اونجا که برامون مقدوره به اونها کمک کنیم. اما در ارتباط با چگونگی انتخاب دوست ما باید خیلی محتاط باشیم و در عین حال خودخواه هم نباشیم. بله ما ایمانداران به عیسی مسیح برای انتخاب دوست مناسب باید از روح القدس بخواهیم تا به ما شناخت و بصیرت عطا کنه اگه ما از بصیرت خاصی که روح القدس به ما عطا میکنه برخوردار نباشیم یا اگه از بصیرت روح القدس برخوردار هستیم ولی از اون استفاده صحیح نکنیم در مورد انتخاب دوست هم حتما اشتباه میکنیم اگه ما بدون تأکید بصیرت روح القدس فقط به خاطر اینکه چه کسی میتونه چه کاری برای ما انجام بده و یا اینکه وقتی با چه کسی هستیم چه احساسی داریم دوستانمون را انتخاب کنیم در اون صورت حتما صدمه و آسیب خواهیم دید دوست خوب من، بهترین راه محافظت از خودمون و اجتناب از دوستی با افرادی که خواست خداوند برای زندگی ما نیستند، باید به یاد داشته باشیم که در ایمانمان به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی، حال ما به راستی کی هستیم. عزیزان بعد از ایمان به کار تمام شده عیسی مسیح بر روی صلیب که پرداخت جان خود به طور داوطلبانه برای پرداخت تاوان تمامی گناهان ما بود به عبارتی دیگه او به جای ما جان خودش را داوطلبانه هدیه داد ما به او به عنوان منجی و خداوند در جسم ظاهر شده ایمان میاریم این ایمان قلبی با شناخت کامل ما از او برکات بیمانندی را به ما هدیه میکنه لطفا دقت بفرمایید بعد از اون که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم خداوند تمامی گناهان گذشته، حال و آینده ی ما را میبخشه پس از اون ما در چشم خداوند عادل یعنی کاملا پاک و عاری از هر گونه گناه شناخته خواهیم شد بعد از ایمان به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوند روح القدس روح مقدس خداوند شخصیت سوم تسلیس در وجود ما سکنا میگزینه و تا زمانی که ما زنده هستیم با ما زندگی میکنه عزیزان روح القدس با ماست تا از ما محافظت کنه ما را در مسیر زندگی در اراده خاص خداوند هدایت کنه و توان لازمه را بده همچنین بعد از آن که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم خداوند ما را به عنوان فرزند خوانده به عضویت خانواده الهی خودش برمیگزینه همچنین بعد از ایمان ما به عیسی مسیح خداوند به ما حیات ابدی در بهشت در نزد خودش را هدیه میکنه عزیزان این برکات و محبت ها فقط تعدادی از برکات و محبت های بیشماری هستند که خداوند به ما ایمانداران به عیسی مسیح به ما فرزند خاندگان خانواده الهی خودش هدیه میکنه. از برکات و محبتهای دیگری که ما در طول حیات زمینی خودمون به خاطر ایمانمون به عیسی مسیح از او دریافت می کنیم، آرامش الهی او، احساس گرم و دلپذیر پذیرفته شدن توسط اوست و همچنین مورد محبت و احترام قرار داشتن از طرف اوست. در ارتباط با انتخاب دوست ما باید به یاد داشته باشیم که خداوند چه سرمایه گذاری عظیمی برای داشتن رابطه شخصی و صمیمی با ما و همچنین برای آمرزش گناهانمون به کار برده خداوند برای نجات ما از جهنم و برای برخورداری از رابطه شخصی و صمیمی با او تا ابدیت جان یگان فرزند عزیز خودش عیسی مسیح را به جای ما فدیه نموده این بالاترین قیمتیه که هر انسانی میتونه برای انسان دیگری پرداخت کنه عیسی مسیح برای داشتن رفاقت با ما جان خودش را داوطلبانه هدیه نمود. حال دوست خوب من با در نظر داشتن اینکه خداوند چقدر برای ما ارزش قائل شده چقدر برای ما سرمایه گذاری نموده چقدر به ما نزدیکه و اینکه حال میخواد با این زندگی زمینی ما که هدیه است از طرف خود اوست چه کار کنه را به کمال برسونیم باید از خود او بخواهیم تا در انتخاب دوستان مناسب هم به ما کمک کنه دوستی که عطایا و ارزشهای خداوند در ما را گرامی می داره. دوستی که خود خواهان دریافت ارزشهای الهی خداوند هم هست دوستی که به ما در رشد و پرورش این ارزشها کمک می کنه. دوستی که ما را به خاطر اینکه کی هستیم محترم میشماره و نه اینکه چه کار میتونیم برای او انجام بدیم دوستی که خداوند عیسی مسیح سرمشق منجی و خداوند اوست دوستی که خواستار و شناخت بهتر از عیسی مسیح و زندگی خودش را هدیه ای از جانب او میدونه دوستی که به زندگی ما در اراده خداوند احترام میگذاره و او هم سعی میکنه تا در اراده خداوند زندگی کنه دوستی که از حضور روح القدس با خودش اطمینان داره و با او روزانه زندگی میکنه دوستی که مطالعه کلام خدا و با او به طور شخصی و صمیمی وقت گذراندن در اولویت اول زندگی او قرار داره دوست من این بدان معنا نیست که ما با اشخاصی که این ارزش ها را ندارند یا براشون ارزشی قائل نیستند هیچ گونه نداشته باشیم بلکه برعکس ما باید همونطور که در اول عرض کردم همه را دوست داشته باشیم و به همه محبت و کمک کنیم اگه ما با تمامی انسانهایی که خداوند به زندگی ما میاره در حد و مرزی شناخته شده و معین روابط اجتماعی سالمی نداشته باشیم چطور میتونیم بفهمیم که آیا اونها دارای ارزشهای مسیحی که خدمتتون ارز کردم هستند یا نه؟ همینطور اگه ما با انسانهایی که خداوند در حکمت الهیش اجازه ورودشون را به زندگی ما میده رابطه اجتماعی سالم و حد و مرزداری نداشته باشیم چطور میتونیم به اونها نشون بدیم که ارزش های زندگی ما به عنوان یک ایماندار به ایسای مسیح چی هستند؟ عزیزان خداوند بدن انسانی پوشید به این کره خاکی آمد تا به ملموسترین شکل ممکن خودش را به ما بشناسونه خداوند همینطور از ما ایماندارانه به خودش هم میخواد تا ما با دیگران در رابطه باشیم تا بتونیم او را به آنها معرفی کنیم تا دیگران هم بتونن این فرصت را داشته باشند که بشنون ایسای مسیح کیست؟ چرا او به این کره زمین آمد؟ او برای ما چه کاری انجام داد؟ و حال در حال انجام چه کاری برای ماست؟ عزیزان اگر ما ایمانداران به عیسی مسیح ما فرزند خاندگان خانواده الهی خداوند با انسانهای دیگه به طور حد و مرزدار و سالم رابطه اجتماعی نداشته باشیم چطور میتونیم انتظار داشته باشیم که اونها با عملکرد خداوند عیسی مسیح در زندگی ما آشنا بشن؟ همینطور چطور میتونیم به اونها یاد بدیم که خداوند دوستشون داره و میخواد با اونها هم در رابطه پدر و فرزندی قرار بگیره دوست خوب من خداوند و منجی ما عیسی مسیح یک روش بسیار مؤثری را برای برگزیدن دوستان صحیح و مناسب به ما یاد داده اون روش محبت بیقید و شرط به دیگرانه ما نباید انتظار داشته باشیم انسانهای دیگه صرف نظر از ارزشها و اولویتهایی که دارند به ما علاقمند بشند به حدی که بخوان با ما دوست باشند ما باید قدم اول را در محبت، خدمت و وفاداری به دیگران برداریم عزیزان در کلام خدا در کتاب رومیان فصل دوازده پولس رسول اینطور به ما میگه اگر کسی شاد باشد با او شادی کنید و اگر کسی غمگین باشد در غم او شریک شوید. با شادی با همدیگر همکاری نمایید هیچ کاری را برای خود نمایی نکنید. سعی نکنید فقط با اشخاص بزرگ و مهم معاشرت کنید. بلکه در جمع اشخاص عادی نیز خوش باشید. خود را از دیگران داناتر نشمارید هرگز به عوض بدی بدی نکنید طوری رفتار کنید که همه بتوانند ببینند که شما در کارهایتان صادق و درست کار می باشید با هیچ کس جر و بحث نکنید تا آنجا که ممکن است با مردم در صلح و صفا به سر برید آمین عزیزان بیایید به عنوان نمایندگان خداوند عیسی مسیح در میان انسانهای جامعه هایی که در اونها زندگی می کنیم با انسانهایی که شاد هستند صادقانه و محترمانه شادی کنیم بیایید با انسانهایی که غمگین هستند صادقانه و محترمانه غمگین باشیم و در غم آنها شریک بیایید با شادی به دیگران کمک کنیم بیایید هیچ کاری را برای خودنمایی یا از روی خودخواهی انجام ندیم بیایید تا فقط با انسانهای معروف معاشرت نداشته باشیم بلکه با دردمندان و نیازمندان هم بیایید از این به بعد خودمان را از دیگران داناتر و همیشه برحقتر ندانیم بیایید هرگز به عوض بدی کسی در حقمان به آنها بدی نکنیم بیایید طوری رفتار کنیم که همه بتوانند ببینند که ما در تمام کارهایمان صادق و درست کار هستیم بیایید با هیچ کس جر و بحث نکنیم بیایید تا آنجا که ممکن است با مردم در صلح و صفا به سر بریم عزیزان شنونده در پایان این مطالعه در کلام خدا از شما دعوت می کنم تا با او گفتگو کنیم. خداوند از تو سپاس گذارم به خاطر فداکاری و محبت عظیمی که در حق من انجام داده ای. خداوند از تو سپاس گذارم که در ایمانم به عیسی مسیح به من موهبت و برکات بیمانندی را هدیه داده ای. خداوند از تو سپاس گذارم که همیشه با من هستی و به من کمک می کنی. خداوند روح القدس به من کمک کن تا بتوانم نور و نمک تو در میان انسانهای جامعه خود باشم. به من کمک کن تا بتوانم به همه انسانهایی که تو به زندگی من میآوری محبت کنم خداوند من از تو برای برگزیدن دوستان مناسب درخواست کمک دارم به من حکمت بده تا اون انسانهایی که تو میخواهی به عنوان دوست در زندگی من باشند به خوبی بشناسم خداوند به من کمک کن تا بتوانم نسبت به کسانی که به من به عنوان دوست اعتماد کرده اند وفادار باشم خداوندا به من کمک کن تا در شادی و غم دوستانم صادقانه شریک باشم خداوندا به من کمک کن تا بتوانم به دوستانم در مشکلاتشان کمک کنم خداوندا به من کمک کن تا بتوانم به دوستانم در شناخت بهتر از تو و زندگی برای تو کمک کنم خداوند همچنین درخواست می کنم تا به دوستان من هم کمک کنی تا موجب آرامش، شادی، رشد و زندگی خداپسندانه در اراده تو برای من باشد. خداوند همه اینها را در نام ایسای مسیح درخواست می کنم. آمین.